ببینید ما بعد ما مثلا اینکه اومد الان ما رسیده و این تن ما یه عالمه، یه عقله، سلول ما نمیدونه عشق چیه ولی عشق رو جاری میدونه، عقل نمیدونه عشق چیه ولی جاریش میدونه، تعریفش میدونه. حالا از ما جاری میشه میره و بعد آلودگی شعوری رو که خاطرتون از دموزه هستی، آلودگی شعوری نمیتونم اینها رو خاطرتون هست. بله این که میره دوباره این بازتابی داره که و یه بازتاب اینجا داره، بازتاب یه داره، یه جایی هم مثلا ما به مخلوقات خودمون برخورد داریم، برخورد میکنیم ما به عنوان خالق در سطح خودمون، خالق در سطح خودمون چیزی خلق میکنیم که میتونه خیر باشه میتونه شر باشه و این خیر و شر ما دوباره در یه جایی ما با ما ملاقات دارن، اونا با ما ملاقی هستن و ملاقات دارن و ما بعدا میبینیم که چه ما هم چه کردیم و چه آفریدیم. این طبعات هم خودشون ساید افکت های بعدی داشته باشن، این تا منهای بی‌نهایت تداوم داره، تا منهای بی‌نهایت از مثبت بی‌نهایت تا منهای بی‌نهایت یعنی چیزی که ادامه داره، تداوم داره، خاتمه پیدا نمی‌کنه. هرچی هم اما دورتر میشه کسلتش و نمی‌دونم ناخالصیش و چی و اینا بیشتر و بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه و اگر اون رحیمیت نبود هرگز دوباره به خلوصی بر نمیگشت. خب این رحمان جاری شده از بالا به سمت منهای بی‌نهایت میره، این نفس رحمانی، ولی در این حال که میره در آغوش خودش باز این امید هست که از اون ناخالصی انتها که هرچی میره ناخالصتر و غیر قابل تحملتر میشه بازم در آغوش خودش باشه و بازم اون خلوص رو داشته باشه. به طور کلی توی یک حرکت ذاتی که ما اومدیم این مسیر رو بالا میریم، الهی راجعون هست. حالا زمینه که الهی راجعون داریم به صدا میریم به عنوان خالق در هر سطحی، هر روز ما هم چیزای خلق میکنیم که این خودش اگر قبول بکنید که ما خالقیم داریم، یعنی توی یه ردیف اینا که از این همه خالق هرچی میدیم ردیف خالق هن در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود که این شاهد بازاری، این شاهد بازاری ارزش و دوگین حرفا آن پرده نشین باشن. حالا ما وقتی به عنوان خالق اگه قبول کردیم که خالقی، حالا چه خلق کنیم؟ یه بحث انسان شناسی خودشناسی، حالا اگر ما خالق باشیم و چیزی خلق کنیم چی خلق کنیم؟ آیا یادگیری داره؟ آیا چیزی باید اضافه کنیم؟ آیا باید یه بررسی بکنیم؟ رسیدگی بکنیم؟ بعد میبینیم که خب آره اینم خودش یه نمیتونیم رد کنیم که ما خالقیم. حالا که خالقیم چه امکانی داریم؟ چی داریم؟ و خیلی چیزایی رو که لازمه بدونیم که از قبل این دانستن بتونیم یه خالق شایسته باشیم. حالا که ما در مهله راجعه میریم که آن ما بعد ما داره میره، داره به سمت منهایی میره، ما میریم بالا اون داره میره پایین، دوباره اون بر میگرده این میره و بالایی داره میره ولی حالا همین جهان خودمیده خودمون دیگه ما اینه رو موندیم حالا شما نزده از ما بریم ما بعد و از کنیم حالا پیره اینجا رو زیر خودی رو حل کنیم یعنی تا شیشان تو اینجا هستش از اون به بعد میره برای ما. بله میگم که ما همین الان که ما داریم میریم، ما میریم به سمت بالا، یک جهانی داره میره که ما ایجاد میکنیم داره به یه سمتی میره. دوباره در یه جایی که زمان نیست، نمیدونم چی نیست، دوباره همه اینا هستن، دیگه زمانی نیست همه اینا هستن.
بعد دیگه بین عدم و وجود، همین الان هم ما بین عدم و وجود داریم میریم و میریم میریم، ولی آگاهی ما در سطح اینجاست، رفتن به عدم و وجود رو نمیتونیم بفهمیم، فقط آگاهی رو که داریم در همین سطح، در همین حد اینجاست که الهی راجعون اونجا در این زندگی رو میکنم و فیلم اینقدر میتونیم بفهمیم، در حالی که الان همین ها همین ها همین لحظه موجوده، فرکانس تجلیه، فرکانس تجلیه، اونجا الان همین که به واسه فرکانس تجلی پیدا کرده، ولی وقتی میره عدم، عدم که هر لحظه بین هست و نیست، تا زمانی یه لحظه این ماده هست، اون زده ماده تبدیلش میکنه به چیزی نیست، اون هسته نیست، یه همون که نه، ضد ماده تبدیلش به اون نمی‌کنه. جایی که میره و میاده، اینجا وقتی مثلا ماده هست، ضد ماده هم کنارش میتونه باشه.